خانه ایم میایم در قسمت پراپرتیز، بخش اپیرنس، ادوانس و قسمت اینکتیف ویندو باردر، اینکتیف تایتل بر و ما و شما در قسمت داریم اکتیف تایتل بر و اکتیف ویندو ویندو باردر. خب اینکتیف چی را میگه؟ غیر فعال میگه و اکتیف چی را میگه؟ فعال میگه. هدفش چی است؟ فعلا ما شما در صفحه چند ویندو داریم؟ دو ویندو داریم، یکی ادوانس اپیرنس است، دیگه دیسپلی پراپرتیز است. فعلا کدامش فعال است؟ آفرین، ادوانس اپیرنس فعال است. پس این اکتیف شد و در عقب که وجود دارد دیسپلی پراپرتیز او چی شد؟ غیر فعال یا اینکتیف. درست است نه؟ پس ما این بالای قسمت بخش اکتیف و این اکتیف و ویندو باردر رسیدیم، یا را هم براتون تشریح میکنم. خب من در قسمت آیکن اسپیسینگ ورتیکال و باز هم آیکن اسپیسینگ هوریزونتال. شما آیکن هم میفهمین که آیکن چی را میگه. در مجموع تمام این شکل ها را که شما در روی دسکتاپ میبینین به نام چی یاد میشه؟ آیکن. پس حالا ما میخوایم که فاصله بین آیکن های خود تشکیل بدم به اساس افقی و دیگه چی؟ عمودی. میم از قسمت ادوانس بخش آیکن اسپیسینگ ورتیکال عمودن چقدر از فاصلهش؟ 43. ما ای را میسازیم فرض مثال 100 و بعدا اوکی میکنیم اپلای. تطبیق شد؟ نشد. نه فاصله بینشان اضافه شد؟ نشد. میرین در قسمت ادوانس و آیکن اسپیسینگ هوریزونتال ای را هم تطبیق میکنیم چند است؟ 43. ای را میسازیم 100 بعدا اوکی اپلای. باز هم تطبیق نشده. تا زمان تطبیق نمیشه، تا زمانی که شما کامپیوتر خود یک ریستارت کنیم و یک لاگ آف کنیم دوباره چی شویم؟ لاگ آن شویم. اینا رو میریم در قسمت استارت مینیو یک بار لاگ آف میکنیم، دوباره لاگ آن که شدیم باید اونمو تغییرات را کردیم تطبیق شو بالای کنیم. کامپیوتر خود یک ریستارت میکنیم. دقیق میباشین بعضی اوقات که شما آپشن ها را کار میکنین اگر تغییرات وارد نمیشه ظاهر نمیشه شما کامپیوتر تان یک ریستارت کنین. وقتی ریستارت کردین دوباره در سیستم که لاگین میشین همون تغییرات ها تغییرات آمده یا نه؟ حالا اگر ما شما این خب فعلا ورتیکال است، اگر ما هوریزونتال میاریم پس میبینیم که هوریزونتال هم فاصله شان بیشتر است به اندازه ساعت. میریم در قسمت پراپرتیز، بعدا بخش اپیرنس ادوانسد، از اینجا آیکن اسپیسینگ هوریزونتال 100 است، چند میسازیمش؟ میگیم پس باشه 43 و ورتیکال هم انتخاب میکنیم میسازیمش 43 بعدا اوکی اپلای. اوکی تطبیق شد؟ تطبیق شد؟ نشد. پس چطور یک کار کنیم که باید تطبیق شود؟ ریستارت یا لاگ آف. حالا تطبیق شده صحیح کنیم؟ فقط میم از قسمت ارنج آیکن ای را اوتو ارنج انتخاب کنیم به شکل اوتوماتیک ترتیب شود، اما سایزی که با سایز اول بود به مو سایز پس ترتیب شد. دوباره میریم بخش اپیرنس و قسمت ادوانسد، بعد قسمت خود آیکن. در مجموع آیکن فعلا سایز چند است؟ 32. خود آیکن سایزش 32 و سایز خطش چند است؟ 8. شما این سایز خط رو می‌بینید سایزش 8 است و خود آیکن هم 32. پس در این صورت ما میگیم سایز خود خطایش با سایز 16 باشه و سایز خود آیکن ما 32 نه، میگیم چقدر باشه؟ 64. اوکی بعدن اپلای. صحیح کنیم آیکن های ما چقدر بود. در این صورت اگر باید ما شما فاصله از این پس دوباره یک اندازه بیشتر بسازیم. پس میگیم نه به محالت درستش دوباره پس بر بگردم بخش آیکن
64 نه 32 سایز خطشان بود 8 اوکی میکنیم اپلای میکنیم در مجموع آیکنای ما شما سایزش درست میشه خب از قسمت ستینگ یک اندازه ریزولوشنش کمتر بسازیم به خاطر که درست معلوم شوه بعض هم سوژه هایتان هست چشمایشان یک ذره یک ضعیفتر هست نامده سیش نالالی خب میرین در قسمت ادوانست بخش کپشن بطن کپشن بطن چی هسته که این کلوز بطن و هلپنگ بطن که هسته یا برنامه کپشن بطن سیاب میشه در هر برنامه که ما شما مثلا وردپد داخل میشیم از خود کپشن بطن میداشته باشه سعی کنین کلوز بطن مکسیمایز بطن منیمایز وظیفه چیز منیمایز کلک میکنیم در قسمت تزبار منیمایز میشه دوباره پس بالایش کلک میکنیم مکسیمایز میشه خواسته باشیم فول اسکرین شوه بالای مکسیمایز کلک میکنیم مکسیمایز یا فول اسکرین میشه و کلوز هم میفهمین که کلوز کردن یا بسته کردن هر ویندو یا پروگرام ما بکنه پس ما میخوایم یک اندازه بزرگتر شوه فعلا 35 است 35 نمیگم به اندازه 70 شوه سعی کنید این قسمت هم بر موضوع میسازه اوکی بعدن اپلای سعی کنید چقدر سایزش بزرگ شده و در هر ویندویی که ما شما داخل میشیم رنه میبینیم کپشن بطن هایش یستک بزرگ است پس میگیم دوباره پس به حالت درسترش بیاین کپشن بطن 70 نه تقریبا به سایز سی درست است اوکی بعدن اپلای بعدن بخش بعدیش در این قسمت داریم اپلیکیشن بگرام اپلیکیشن بگرام چی هستک؟ دارن میریم مثلا برنامه MSPen برنامه اکسس هر برنامه که ما شما باز کنیم سکر این صفحه که میبینین این به نام اپلیکیشن بگراند یاد میشه پس ما میخواییم رنگ از نمیره چینج کنم فعلا به رنگ خاکستری است. در قسمت اپلیکیشن بگراند کدام رنگ به خود داره؟ خاکستری پس ما میگیم نه به رنگ آبی باشه اوکی بعدن اپلای و حال در برنامه MSPen که داخل میشیم کدام رنگ به خود داره؟ رنگ آبی اپلیکیشن بگراند من در قسمت ادوانسد اپلیکیشن بک‌گراند دوباره میگیم به رنگ این رنگ درست است اوکی اپلای خود اپلیکیشن بک‌گراند که همین بک‌گراند و پروگرام ما شما را میگه این مربوط به خود صفحه پروگرام نمیشه مثلا در وورد وورد داخل میشه در بغلایش که هست یک صفحه را خورد کنیم در کسی نه اونمو رو برنامه شاد میکنه اپلیکیشن بک‌گراند در هر برنامه که داخل شدیم که ضرورت به اپلیکیشن بک‌گراند داشته باشم میتونی که رنگش چنج کنی در مجموع رنگش چنج شود ان شاء الله فهمیده شد میریم در قسمت ادوانسد و در اینجا داریم ما شما اکتیو ویندو باردر و اکتیو تایتل بار قسمی که پیشتر براتون گفتیم خب دقیق باشین فعلا ببینین رنگ این اکتیو مام رنگ خطایش چی هستک سفید است و از اکتیف هم است من میگم زمانی که اکتیف شد خوب دقیق باشین اکتیف تایتل بر اول تایتل بر کار میکنیم وقت زمانی که اکتیف شد در قدم اول سایز خود خطش فعلا چند است تک؟ 10 میتونه که بیشتر بسازینش و رنگش هم چنج کنین اما اگر ما و شما از این قسمت رنگش رو چنج کنین در قسمت خود دمس ایکس پی اپلای نمیشه از نگاه رنگ و چیزا چرا که دیفولت استاندارد خودش آبی است سیزنه پس باز ما شما از قسمت پراپرتیز زمانه که بخش اپیرنس چی رو انتخاب میکنیم کلاسیک است در این صورت باز بالای رنگاش چی میشه تطبیق میشه حالا به خاطر که این دیفولت است خب در قسمت ادوانس میایم چیزی که چنج میشه او رو کار میکنیم اکتیو تایتل بر میگیم رنگ خطایش سفید نباشه با کدام رنگ باشه رنگ سرخ باشه وقت زمانی که چی بود اکتیو بود اکتیو تایتل بر سیزنه اوکی میکنیم بعدن اپلای خب این خواهد اکتیف شد بعد در قسمت ادوانس میریم سعی کنیم فعلا اکتیف از رنگش سرخ است این اکتیفش رنگش کدام رنگ به خود داره سفید میریم در قسمت این اکتیف تایتل بار در اینجا رنگ این رنگ نداشته باشه به خود میگیم رنگ فرض مثال آبی را هم نداشته باشه رنگ زرد به خود داشته باشه اوکی اپلای فعلا این فال است اکتیف است سعی کنیم یک سفید دیگر که ما بگیریم او این اکتیف شد کدام رنگ به خود گرفت؟ رنگ زرد پس میتونیم که اگر ما ایره فال بسازیم رنگش سرخ میشه اگر ایره فال بسازیم رنگ بیسه
دوباره میگیم در قسمت بخش بعدیش اکتیف تایتل بر پس میگیم به رنگ سفید باشه و دوباره ادوانس میریم اینکتیف تایتل بار رنگش یک اندازه اگر سفید باشه منتها تاریک تر باشه. این میگه اوکی بدن اپلای صحیح شد نالا نی؟ میریم در قسمت بخش بعدیش اکتیف ویندو باردر. باردر چی را میگه سکرین؟ این امی چارچوکات خود باردر موشما رو میبینین؟ این چارچوکات باریک داره. این امی خود از این چی هستک؟ باردر. ما میخواییم که باردر از این را تغییرات بالایش وارد کنیم. میریم در این قسمت اکتیف تایتل بار تایتل بار نی ببخشین؟ ویندو باردر سایزش چند است؟ یک است. ما میسازیم با سایز 11 و رنگش هم میتونید چنج کنید اما از XP گفتیم چنج نمیشه تا کدام چیپ دمز باشه؟ کلاسیک باشه. اکتیف هم چنج کردیم دوباره ادوانس میریم و اینجا داریم این اکتیف غیر فعال هم درست است. بعدا اوکی میکنیم اپلای میکنیم ریفرش ادوانس و بعدا یک برنامه را هم باز میکنیم مثلا برنامه وردپد مثلا برنامه نوتپد سعی کنین وردپد نوتپد ها باردارش بزرگ است یعنی با سایز 11 از یام از بزرگ از یام از بزرگ اما فرقشان چی است که ما در این قسمت فال در اکتیف همون رو سایز میه در این اکتیف همون رو سایز میه اگر خواسته باشیم یا نخواسته بیشتر ما شما تایتل بار را میتونستیم چنج کنیم صحیح زنه؟ اما در قسمت ویندو باردر اکتیف و اینکتیف وش هر دوش یک سایز میده تغییرات؟ نه انشالله فهمیده شد؟ در رنگش تغییرات میده در تایتل بار البته اما در باردر تغییرات؟ نه میده بای دیفولت به شکل استاندارد در مرقم هست که تغییرات اگر در یکش بری در دوش میده بعد هر سایزی که خواسته باشید این حالا میریم دوباره در قسمت اینکتیف تایتل بار نه ویندو باردار همیشه این اشتباه میکنیم و میسازیم با سایز یک اپلای صحیح کنیم مو سایز یک شد اگر ما یک برنامه دیگر هم باز میکنیم بازم با مو سایز یک است چی اکتیو باشه چی این اکتیو باشه بعدا میریم بخش ادوانسد ما در این قسمت داریم 3D object در مجموع ویندوهایی را که شما میبینین از دو رنگ تشکیل شده یک رنگ خطایش چه رقم است؟ سیاه و رنگ خود ویندوی ما شما به این رنگ است ما میگم رنگ ویندو به رنگ سبز باشه و رنگ خطایش سیاه درست است اوکی میکنیم اپلای میکنیم سعی کنیم هر ویندوی را که ما باز کنیم مثلا رن در مجموع رنگ خطایش سیاه و رنگ خودش سبز خلاصه هر قدر ویندوی که باشه در مجموع دیگه تمام رو بمیگم این 3D object میگم در مجموع تمام ویندوها پس میگم 3D object میگم رنگش به مو رنگ others از اینجا رنگ میتونه که انتخاب کنیم همین رنگ درست است اوکی بدن اوکی اپلای و حالا که بیم در قسمت ویندوهای دیگه در مجموع رنگش داریم خب ای بود در مجموع بخش ادوانس فقط یک قسمت ماند قسمت کجا بود بخش پالت تایتل بود نه پالت تایتل برنامه آفیس که انستال کردیم انشاءالله پالت تایتل بخواهی در قسمت براتون نشان میدم درست است حالا اینستال نیست در کامپیوتر ما وقتی که اینستال کردیم بازی که یک آپشن از براتون میاد کالا بله کدام چیز مانده دیجا Selected items در کدام قسمت خب اینه خب میگفتین از اول خب مشکل نداره Select چی را میگه انتخاب کردن میگه سگه این لست باز شده وقتی که ما ماوس خود تا بالا میبریم اینمی سلکشن رنگ آبی را که به خود داره سیزنه خط ما حالت فیلیش فعلا رنگش به کدام رنگ است؟ سیاه صحیح سنه؟ وقتی که سلکشن ما بالایش میره کدام رنگ به خود میگیره خط؟ رنگ سفید و رنگ بارش که است؟ آبیست میخوایم تغییرات بالایش بیارم من در قسمت Selected Items در مجموع اونمو بارش میگیم برنگ چی رقم باشه؟ سرخ باشه و رنگ خطایش وقت زمانی که بالایش رفتیم برنگ زرد میگیره به خود اپلای میکنیم حالا در هر قسمتی که بری سعی کنین هر لستی که باشه در پروگرام باشه در هر جایی که باشه به مو رنگ آمدنی رنگ خطای ما رنگ زرد به خود میگیره و رنگ بارش ها
پس ما این در قسمت advanced بخش selected item میگیم به رنگ آبی باشه و رنگ خطایشم رنگ سفید بخواد بگم. apply okay. خب این بود در مجموع تغییراتی که ما از طریق advanced بالای ایکنا و بالای بعض اپشن ها میاردیم. بعدا ما این بخش بعدیش قسمت setting. setting در قدم اول داریم ما و شما